پلن آمریکا برای ائتلاف ضد ایران نقشه فریب عربستان و امارات چیست اهرم تازه واشنگتن برای سفارایی در خلیج فارس بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود بر شما گروهی از ناظران از عصر تازه در خاور میانه میگویند و با استناد به توسعه حوزه های مرتبط با هوش مصنوعی بر این باورند که امروز پادشاهی ها فراتر از اختلافات پیدا و پنهانشان با آمریکا و همصداییشان با پکن به واسطه اشتیاقشان به شرکت های آمریکایی فعال در هوش مصنوعی در تلاشن تا به با واشنگتن هم شوند از منظر عربستان سعودی و همسایه اش امارات متحده عربی هوش مصنوعی نقش محوری در تلاش این دو بازیگر برای تبدیل ثروت نفتیشان به مدل های اقتصادی جدید ایفا می کند. آن هم قبل از اینکه جهان از سوخت های فسیلی دور شود. برای شرکت های آمریکایی فعال در هوش مصنوعی و تشنه سرمایه و انرژی دو کشور خلیج فارس و صندوق های مالی مستقل آنها شرک های انگیزی قلمداد می شوند. همزمان برخی گذاران در واشنگتن شاهد فرصتی هستند که تنها یک بار در یک نسل ظاهر می شود و قدرت محاسباتی آمریکا را برای فریب کشورهای خلیج فارس جهت دوری از چین و تعمیق ائتلاف ضد ایرانی در خابر میانه افزایش می دهد. این عبارات ابتدایی یادداشت نشریه فارین آفرز است که اقتصاد نیوز آن را ترجمه کرده. اهرام تازه واشنگتن برای همصدایی با اعراب به نوشته فارین آفرز پادشاهی های عرب باید انتظارات خود را تعدیل کنند. روابط اقتصادی و سیاسی عربستان و امارات با چین قوی تر از همیشه است و بعید به نظر می رسد تغییر کند. هرچند که کشورهای هاشیه خلیج فارس مشتاق دریافت تراشه های هوش مصنوعی پیشرفته هستند که در حال حاضر تنها آمریکا می تواند آنها را فراهم کند اما آنان انگیزه های قوی و پایداری برای شرط بندی های متقابل هم دارند و با قدرت های بزرگ برای گرفتن امتیاز بیشتر با یکدیگر در حال رقابتند. در صورت لزوم ایالات متحده و شرکت های فناوری این بازیگران باید با کشورهای خلیج فارس در زمینه هوش مصنوعی همکاری داشته باشند. اما آنها این اقدامات را در محدوده ها و در چارچوب پادمان ها بدون اینکه فریب بخورند باید انجام دهند چرا که انجام این کار همسویی استراتژیک پایدار را در خلیج فارس به همراه خواهد داشت. علاقه یه دو کشور خلیج فارس به هوش مصنوعی موضوع جدیدی نیست اما در ماهای اخیر برجسته شده عربستان سعودی قصد دارد صندوق چهل میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در هوش مصنوعی ایجاد و شتاب دهنده استارتاپ های الهام گرفته از سیلیکون ولی را راه کند تا کد ها را به سمت ریاض بکشاند در سال 2019 امارات متحده عربی اولین دانشگاه جهان را راه اندازی کرد که به هوش مصنوعی اختصاص داشت. این در حالی است که طبق آمار دولتی از سال 2021 تعداد کارکنان هوش مصنوعی در این کشور چهار برابر شده. امارات همچنین مجموعه ای از مدل های زبان های اصلی را منتشر کرده و ادعا می کند با مدل های گوگل و متا رقابت می کنند. این بازیگر همچنین اوایل سال جاری یک شرکت سرمایه گذاری متمرکز بر هوش مصنوعی و نیمه رسانه ها را راه اندازی کرد که بیش از 100 میلیارد دلار دارایی را تحت مدیریت خود داشته باشد. قولها در پادشاهی ها اشتیاق شرکت های فناوری ایالات متحده این تمایل را تشرید کرده اند. زیرساخت مورد نیاز برای آموزش آخرین نسل مدل های هوش مصنوعی از مقادیر زیادی انرژی، سرمایه و زمین استفاده می کند. سه متغیری که کشورهای خلیج فارس به وفور در اختیار دارند. در همین زمینه سام آلتمن مدیر اجرایی اوپن آل با تجار اماراتی در باب سرمایه گذاری چند تریلیون دلاری در تراشه و مراکز داده صحبت کرده و شرکت های اماراتی تحت حمایت دولت اخیرا در مجمعی برای جمع برای سرمایه اوپن آل شرکت داشتند. در چنین شرایطی مدیران ارشاد قولهای نیمه شرکت تولید نیمه هادی تایوان و سامسونگ ایده ساخت کارخانه در امارات را مطرح کرده اند. آمازون در اوایل سال جاری سرمایه گذاری 500 میلیارد دلاری برای مرکز داده در عربستان سعودی را ارائه کرد و استارتاپ هوش مصنوعی گراک را با غول نفتی دولت عربستان سعودی آرامکو برای ساخت یک مرکز داده ی عظیم هوش مصنوعی در این کشور شریک شد. در همین حال مایکروسافت یکونی میلیارد دلار در شرکت فناوری پیشروی امارات سرمایه گذاری کرده تا تجارت خود در اقتصادهای نوظهور را گسترش دهد و برای جی 42 فرصت دسترسی به قدرت محاسباتی مایکروسافت را هم فراهم کند. از سوی دیگر شرایطی که شرکت‌های هوش مصنوعی آمریکایی یک فرصت تجاری را می‌بینند برای برخی از سیاستگذاران در واشنگتن فرصت استراتژیک است. چرا که به باور آنان دسترسی به قدرت محاسباتی آمریکا می تواند نقش هویج را برای دور کردن کشورها از اکوسیستم فناوری چینی که به سرعت در حال گسترش هستند را ایفا کند. ایالات متحده می خواهد روابط خود را با بزرگترین صادر کنندگان نفت جهان تقویت کرده و به ادعای این نشریه اعتلاف ضد ایرانی در میانه را تعمیق بخشد. هم عربستان و هم امارات به طور فضاینده ای در منطقه و فراتر از آن نفوذ دارند. برای مثال در سال 2023 امارات 45 میلیارد دلار در آفریقا سرمایه گذاری کرد که بسیار بیشتر از هزینه های چین در آن سال بود. از همین رو اینکه بازیگران حوزه خلیج فارس مبالغ هنگفتی از سرمایه خود را در شرکت های فناوری ایالات متحده به جای شرکت های چینی سرمایه گذاری کنند به نفع واشنگتن است. از طرفی دیگر واشنگتن اهرام خوبی بر مشارکت ها در حوزه فناوری دارد زیرا صادرات تراشه های پیشرفته مورد استفاده در مراکز داده هوش مصنوعی به مجوزهای دولت آمریکا نیازمند است دولت ایالات متحده که ماه هاست تأییدیه ها را برای فروش در مقیاس بزرگ دریافت می کند در حال بررسی این موضوع است که تحت چه شرایطی باید این فرایند را انجام دهد در همین حال برخی نگرانند که اگر کاخ سفید به این مجوزها چراغ سبز نشان ندهد چین به زودی یک جایگزین را ارائه می دهد. اهرام فشار واشنگتن در اجلاس سرانه هوش مصنوعی در ریاض موضوع کنترل صادرات ایالات متحده محور اصلی این رایزنی ها بود. گوگل و مایکروسافت برجسته ترین قرفه ها را در ورودی داشتند. اما شرکت های چینی علی بابا و هواوی قرفه هایشان در اتاق مجاور در گوشه و کنار مستقر بود. دو شرکتی که یادآوری ملموس از جایگزین های شرکت های چینی هستند که ممکن است در دسترس کشورهای خلیج فارس باشند. البته مشروط به اینکه واشنگتن روی کرده محدودتری در پیش بگیرد. اگرچه ایالات متحده فرصت اقتصادی و ژئوپلیتیکی در خلیج فارس دارد اما خطرات قابل توجهی در باب انتقال خوشه های اصلی تراشه های هوش مصنوعی پیشرفته به رژیم‌های های مستبد با سیستم های نظارتی دقیق وجود دارد زیرا تمایل به ماجراجویی نظامی و گسترش روابط با چین را افزایش می دهد. قانونگذاران و مقامات پنتاگون نگرانند که شرکت های چینی مرتبط با گروه ارتش آزادی بخش خلق چین از طریق مراکز داده در خاور میانه به این تراشه ها دسترسی داشته باشند تا بدین طریق ابزاری برای دور زدن کنترل های صادراتی آمریکا که به دنبال محدود کردن دسترسی چین به فناوری پیشرفته هوش مصنوعی هستند را به دست بیاورند به طور کلی اگر سیستم های هوش مصنوعی پتانسیل رشد اقتصادی، طراحی سلاحهای زیستی مصنوعی جدید یا توسعه قابلیت های سایبری جدید چشمگیر را به دست بیاورند ممکن است توازن قدرت جهانی را مختل کنند اگر این موضوع ثابت شود زیرساختی ساختی که زیر برای سیستم های هوش مصنوعی مرزی است به ویژه مراکز داده عظیمی که این مدل ها در آن آموزش داده می شوند و میزبانی می شوند نباید به سادگی از بین بروند همانطور که یک محقق سابق اوپن آل در یادداشتی پرتیراژ نوشت که آیا ما واقعاً می خواهیم زیر ساخت پروژه منحتن توسط برخی دیکتاتوری های دمدمی مزاج خاورمیانه کنترل شود در این میان و به طور خاص به نظر می‌رسد که امارات تلاش های جدی را برای کاهش این نگرانی ها انجام داده است و با سیاست خاصش خود را یک مباشر مسئول فناوری هوش مصنوعی آمریکایی به تصویر می سپاسگزار از نگاهتان خدا نگهدار.